نادیا ساوچنکو خلبان نظامی اوکراین که به 22 سال زندان در روسیه محکوم شده بود روز چهارشنبه در جریان مبادله با دو زندانی روس آزاد شد. نادیای 22 ساله که خلبان هلیکوپتر نظامی ارتش اوکراین است در ماه مارس در روسیه به اتهام قتل دو روزنامه‌نگار روس در شرق اوکراین محاکمه شده بود که منطقه تحت کنترل جدایی طلبان است. کیف با عفو الکساندر الکساندروف و یوگنی یوروفیوف دو نظامی روسیه که به اتهام فعالیت‌های تروریستی به 14 سال زندان محکوم شده بودند آنها را در قبال آزادی نادیا ساوچنکو آزاد کرد. در پی تایید کشته شدن ملا اختر محمد منصور رهبر سابق طالبان این گروه روز چهارشنبه مولوی هیبت الله آخوندزاده معاون رهبر سابق و رئیس پیشین امور قضایی طالبان را به جانشینی او برگزید. رهبر سابق طالبان شنبه هفته گذشته 21 ماه مه در جریان حملات پهپادهای آمریکایی در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان کشته شد. طالبان سراج الدین حقانی و مولوی یعقوب پسر ملا محمد عمر رهبر اسبق طالبان را به عنوان معاونان رهبر جدید انتخاب کرده است. هیبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان حدود 60 سال سن دارد و از قبیله قدرتمند پشتون و اهل ولایت قندهار در جنوب افغانستان است. اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده در مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار در فرانسه منجر به آن شده که صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها تشکیل شود، حمل و نقل عمومی و تولید برق مختل شود و شمار تظاهرات خودجوش در مناطق مختلف فرانسه افزایش یابد. دولت فرانسه تصمیم گرفته برای هموار کردن راه تصویب این لایحه به بند سوم اصل 49 قانون اساسی استناد کند و به این ترتیب قانونی را بدون رأی گذاشتن در مجلس نمایندگان و سنا تصویب کند. یکی از معترضان میگوید انتخاب دموکراتیک به طور کامل به کناری گذاشته شده، با اتحادیه ها مشورت نشده، حتی گفتگوها در پارلمان نیز پنهان نگه داشته شده. به همین دلیل ما اعتصاب را انتخاب کردیم. با اعتصاب دیدگاه های من را تحمیل می کنیم و تا آنجا پیش می رویم که اقتصاد را فلج کنیم. کارگران نیروگاه هسته‌ای نوژان فرانسه نیز قرار است از عصر روز چهارشنبه اعتصاب 24 ساعته‌ای را آغاز کنند. دبیر کل اتحادیه کارگری سژته فرانسه صبح چهارشنبه گفت برای اعتصاب فراخوان داده شده و قرار است تجمع‌های عمومی در تمام شرکت‌ها برگزار شود و باید ببینیم که این برنامه چه پیشرفتی خواهد داشت. او افزود تا زمانی که دولت حاضر به بحث نشود همچنان خطر گسترش این بسیج همگانی وجود دارد. کاهش میزان تولید سوخت در فرانسه باعث شد که دولت این کشور از دو روز پیش استفاده از ذخایر استراتژیک نفت و بنزین خود را آغاز کند. صندوق بین‌المللی پول و وزرای دارایی کشورهای حوزه پولی یورو پس از مذاکراتی که تا ساعات اولیه ی روز چهارشنبه به طول انجامید برای پرداخت وام جدیدی به یونان به ارزش 10.3 میلیارد یورو به توافق رسیدند. رئیس صندوق بین‌المللی پول در پایان این نشست گفت ما از این واقعیت که مشخص شد یونان باید سطح بدهی‌هایش را کاهش دهد تا به ثبات برسد و این کار را نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد استقبال می‌کنیم. همچنین از روشی که برای رسیدن به این پایداری و ثبات به تصویب رسید. این صندوق اجرای اصلاحات برای کاهش سطح بدهی های یونان را که همکنون میزان آن 180% تولید ناخالص داخلی این کشور است، پیش شرط مشارکت در برنامه کمک به این کشور مطرح کرده بود. وزیر دارایی یونان در واکنش به این توافق گفت فکر می کنم هنوز هم جایی برای خوشبینی وجود دارد، زیرا این کار احتمالاً می تواند پایانی بر دور باطل سیاست های ریاضتی رکود اقتصادی و آغاز برای چرخه فضیلت باشد و راه روشنی را به سرمایه گذاران نشان دهد تا به سرمایه گذاری در یونان بپردازند. دو روز پیش از این توافق پارلمان یونان در یک فضای اجتماعی پرتنش در این کشور اجرای دور جدیدی از اصلاحات و برنامه‌های ریاضت اقتصادی را در ازای دریافت وام جدید تصویب کرد. کمیسیون اروپا طرحی ارائه کرده است که بر اساس آن موانع بین‌المللی برای خرید اجناس از طریق فضای مجازی برداشته خواهد شد. در حال حاضر خریدار اروپایی برای ابتیاع اجناس یا خدماتی از قبیل کرایه اتومبیل یا سفر به سایت‌های کشور خودش محدود بوده، قادر به خرید از سایت‌های ارزان‌تر در خارج نیست. این طرح برای مثال شرکت‌های عمده از جمله آمازون و نتفلیکس را مجبور به تقبل سهمیه‌ای برای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی اروپایی می‌کند. Eine indirekte Form
این تبلیغی غیر مستقیم برای فیلم های اروپایی است. ما فکر می کنیم یک سهمیه 20% برای شرکت های عمده منصفانه است. این به معنی آن است که 80% اقلام آنها می تواند غیر اروپایی، مثلا آمریکایی یا آسیایی باشد. این طرح نخستین گام در جهت بازار مشترک دیجیتالی است که موانع موجود برای 500 میلیون شهروند اروپا را که می‌خواهند به بازار ارزان بین‌المللی دسترسی داشته باشند برطرف می‌کند. در اثر ریزش ناگهانی یک خیابان در امتداد رودخانه ارنو و در نزدیکی پل مشهور پونت و کیو در شهر فلورانس ایتالیا، ده‌ها خودروی پارک شده در حفره بزرگ ایجاد شده فرو رفتند. این حادثه حدود ساعت 6 صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد و وسعتی به طول 200 متر و عرض 7 متر از این خیابان فرو ریخته است. مسئولان آتش نشانی شهر علت این حادثه را شکسته شدن لوله‌های آب زیرزمینی اعلام کردند. در اثر این حادثه دو ساختمان مسکونی مجاور تخلیه شدند و موزه پلاتزو پیتی بسته شده است. تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این حادثه گزارش نشده است. پل مشهور پونت و کیو فلورانس که این حادثه در نزدیکی آن رخ داده است، منطقه توریستی در ایتالیا به شمار می رود. هزاران نیروی نظامی کرد و عرب روز سه‌شنبه پیشروی خود را به سمت مواضع داعش در شهر رقه در شمال سوریه آغاز کردند. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه از بمباران شدید شمال رقه و مناطقی از این شهر که پایتخت داعش در سوریه محسوب می شود طی روز سه‌شنبه خبر داده است. پیشروی نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه که با حمایت آمریکا علیه داعش و القاعده سوریه می جنگند با ادعایی از سوی داعش مبنی بر حمله به پایگاه هوایی T4 و انهدام هلیکوپترهای روسی همراه شده است. تصاویر ماهواره‌ای انهدام این تجهیزات نظامی را تایید می کند، اما روسیه تخریب این هلیکوپترها در نتیجه حملات داعش را تکذیب کرده است. دادستان فدرال کارولینای جنوبی میگوید برای دیلان روف که 9 نفر را در کلیسای سیاه‌پوستان در شهر چارلستون به قتل رساند، تقاضای اشد مجازات خواهد کرد. دیلان روف که 22 سال سن دارد، روز 17 ژوئن سال گذشته به روی عبادت کنندگان در یک کلیسای سیاه‌پوستان آتش گشود که منجر به مرگ 9 نفر شد. سخنرانی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عصر روز سه‌شنبه در شهر آلبوکرکی ایالت نیومکسیکو بارها به دلیل فریاد معترضان حاضر در سالن قطع شد. تداوم فریادها در نهایت منجر به دخالت پلیس و بازداشت یکی از معترضان شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه توانست در انتخابات مقدماتی در ایالت واشنگتن نیز به پیروزی برسد و به این ترتیب قدمی دیگر به تبدیل شدن به نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور نزدیکتر شود. او در سخنرانیش در شهر آلبوکرکی با اشاره به معترضان حاضر در سالن گفت آنها طرفداران برنی سندرز هستند، اما سیستم اکنون علیه برنی سندرز است، بنابراین او نمیتواند برنده شود و ما نزدیک به 40% از طرفداران او را خواهیم داشت. احتمالاً این افراد نیستند. بسیار خوب، آنها را از اینجا بیرون بیاندازید. همزمان در خارج از سالن محل برگزاری سخنرانی نیز جمعیت زیادی در اعتراض به او تجمع کردند. برخی از آنها سعی داشتند وارد محل سخنرانی شوند، اما تصمیم آنها با دخالت پلیس عملی نشد. شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا در کمپانی اوبر سرمایه گذاری خواهد کرد. میزان این سرمایه گذاری هنوز فاش نشده، اما روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک منبع آگاه پیش بینی کرده حجم سرمایه گذاری تویوتا کمتر از 100 میلیون دلار باشد. این در چارچوب همکاری استراتژیکی است که دو شرکت بر سر آن به توافق رسیدند. اوبر با نزدیک شدن به تویوتا میتواند خود را در بازار ژاپن از انزوا خارج و به توسعه و گسترش خود کمک کند. شرکت هواوی علیه شرکت سامسونگ در چین و آمریکا شکایت کرده است. در شکایت این شرکت چینی ادعا شده کمپانی سامسونگ حق ثبت اختراع هواوی در نسل جدید سیستم بهره برداری از اینترنت پرسرعت برای تلفن های همراه 4G و در سیستم عامل را رعایت نکرده و آن را نقض کرده است. بازار تولید و فروش تلفن های همراه یکی از پررقابت ترین بخش ها در دنیاست. شرکت های مانند سامسونگ، اپل و یا هواوی برای پیشی گرفتن از رقبا و گسترش بیشتر سرمایه گذاری های وسیع در بخش تحقیقات کردند.
جایزه پرنسس آستوریاس در رشته علوم اجتماعی به ماری برد، استاد متون کلاسیک دانشگاه کمبریج اهدا شد. رئیس هیئت داوران 36مین دوره جوایز پرنسس آستوریاس درباره اهدای این جایزه به خانم برد گفت: هیئت داوران از نقشی که کارهای خانم ماری برد در ایجاد ارتباط بین متون دوران کلاسیک و زندگی امروزی داشته تمجید می‌کند. ماری برد استاد متون کلاسیک دانشگاه کمبریج و یکی از شناخته شده ترین کارشناسان متون و دوران کلاسیک در بریتانیا است. امسال 37 نفر از 14 کشور مختلف برای دریافت جایزه علوم اجتماعی بنیاد پرنسس آستوریاس کاندید بودند. این جایزه در رشته علوم اجتماعی به کسانی اهدا می شود که کارهای خلاقانه یا تحقیقاتشان نقش برجسته‌ای در خدمت به بشریت در یکی از رشته های تاریخ، حقوق، زبانشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق یا فلسفه داشته باشد.